همایش بزرگداشت یکصدمین سال روز رحلت رهبر انقلاب مردم عراق علیه استعمار انگلیس برگزار شد همزمان با صدمین سال رحلت آیت الله میرزان میرزا محمد تقی شیرازی قدسس روح و در ایام اعیاد سعید قربان و قدیر مؤسسه فرهنگی خیریه مصباح حسین علیه السلام با برگزاری همایشی در حوزه علمیه سید و شهدا در شهر مقدس کربلا آغاز به کار خود را اعلام کرد. در این همایش و مراسم افتتاح مؤسسه فرهنگی خیریه مصباح حسین علیه السلام که از سوی دفتر مرجعیت شیعه آیت الله عظما شیرازی مدزلو حمایت و پشتیبانی می شود شخصیتهای دینی، فرهنگی و سیاسی رؤسای اشایر و جمعی از شیعیان و محبین اهل بیت علیه السلام حضور داشتند. سید عارف نصر الله مدیر روابط عمومی دفتر مرجعیت شیعه در شهر مقدس کربلا در این باره گفت ما امروز صدومین سال رهلت آیت الله ازما میرزا محمد تقی شیرازی قدس سره را گرامی می داریم. کسی که با فتوای خود تمام نقشه های شوم و پلید انگلیس را برملا کرد و ضربه مهلکی به آنان وارد نموده و عزت و اقتدار مسلمانان شیعه را در آن زمان حفظ کرد احمد مازی سخنگوی مؤسسه مصبال حسین نیز در گفتگو با خبرگزاری شیعه ویوز در این باره گفت هدف از این مراسم اعلام آغاز به کار فرهنگی خیریه مسبال حسین علیه السلام در راستای کمک رسانی به قشر فقیر و مستضعف جامعه عراق می باشد و یفزود این مؤسسه تلاش دارد تا برای افراد بیکار فرصت های شغلی و برای افراد نیازمند و محروم فرصت تعلیم ایجاد کند همچنین استعدادیابی و فراهم کردن زمینه پیشرفت آنان همکاری و رایزنی با دیگر مؤسسات خیریه و یاری کردن خانواده های فقیر و توحیده نیز در اولویت کار ما قرار دارند. از سوی دیگر شخصیت های دینی و شیوخ و رؤسای عشایر عراق نیز در گفتگو با خبرنگار شیع ویوز اظهار داشتند که با الگو گرفتن از پدرانشان که یار و یاور مرجعیت وقت بودند اینک نیز با تمام وجود در زیر سایه مرجعیت شیعه آماده جانفشانی در راه حفظ مقدسات عراق و ناموس و وطنشان هستند. گفتنی این همایش به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام دو به زبان عربی پخش شد